کجای این خطکشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی؟ یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟ رزمان و سروران گرامی، جناب دکتر کیانزاد، جناب دکتر جاوید جوان، جناب ارجمند عزیز و جناب بهرامی خواهم بگم خستگی ناپذیر که ما رو همیشه همراهی میکنند و در کنار ما هستند. امروز شنبه در واقع 22 ماه می و ما این برنامه گفتگوی سیاسی هفته رو می‌خوایم آغاز کنیم. در اینجا من با به یاد جان باختگان عزیزمون که به خاطر آزادی ایران جلوی تیر رفتن، اونها رو کشتند، و با درود به تمام زندانیان سیاسی که در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی در فشارند و در حال در حقیقت پوسیدنند، درود میگم خدمت هممیهنان گرامی در تمام دنیا، به ویژه در داخل ایران، در داخل اون زندان بزرگی که علی خامنه‌ای خائن برای ملت ایران درست کرده و خودش در قصری و خانوادش هم در قصرهای مختلف زندگی میکنند و پولهای مملکت رو به حسابهای خودشون ریختند و ککشون هم نمیگذن. دوستان، بعد از 11 روز درگیری و جنگ میان حماس و اسرائیل، بالاخره جمعه گذشته، یعنی در واقع امروز شنبه است، این آتش بس در خط غزه انجام شد. البته اینجا دولت مصر و دولت قطر قدم بسیار محکمی برداشته بودند و سعی کرده بودند که این انجام برسه و این آتش بس انجام شد. دنیا از این موضوع شاد شد، چون خطر این که این جنگ در خاورمیانه به یک جنگ بزرگ بپیونده بسیار زیاد بود. البته این خواسته اون خائن بزرگ علی خامنه‌ای و دار و دسته اون سرداران خائنش هستند که اینها میخوان در خاورمیانه یک جنگی درست کنن تا بتونن واقعا در ایران آنچه که میخوان انجام بدن. به هر صورت جناب آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از مصر و قطر بسیار سپاسگزاری کرد و خواستار پایبندی این دو جبهه به آتش بس شد. ارتش اسرائیل میگه که در این 11 روز درگیری حدود 4000 راکت از غزه به طرف اسرائیل پرتاب شد، که البته از اونها 3200 تاش تونست وارد فضای اسرائیل بشه و 90% اونها توسط اون گنبد آهنین منهدم شدن.
اما خب 10% از 3200 میشه 320 راکت. اینها مسلما خرابیای بسیاری رو در شهرهای مختلف اسرائیل به خصوص اون اشکلان به وجود آوردن و تعدادی هم مسکی کشته داره. اینطور که خود اونها میگویند نزدیک به 20 نفر کشته داده در اسرائیل، ولی در نوار غزه نزدیک به 250 نفر کشته. البته ساختمان های بسیاری خراب شده، به ویژه در غزه ساختمان های بسیاری رو مردم، انسان های بسیاری بیخارمان شدن و این در حقیقت نتیجه این 11 روز بوده. پول هایی که از مملکت ما رفته و در غزه خرج شده به همش داده شده، به این تروریست ها داده شده، راکت هایی که اینا به اونها فرستادن و دادن، یا اینکه حتی امکاناتی گذاشتن که اونها خودشون بسازن، اینها تمام در واقع زیر سر جمهوری اسلامی اشغالگران ایرانه، به ویژه در ید اون خامنه خائن که اینها خوشحال هستن. حتی این خامنه خائن به همش ابراز خوشحالی کرده بوده و از اونها خواسته بوده که ادامه بدن بچن، و همه میدونن، دنیا میدونه که اینها هستن که پشتیبانی کردن از همش و این جنگ رو در حقیقت اینها هستن که آغاز کردن. به هر صورت من امیدوارم این نظام کثیف هر چه زودتر فروپاشی بکنه، چون همه تمام میخوام بگم اخباری که میرسه مبنی بر این است که اینها دیگه تاب توان ندارند. سعیشون در این است که به بمب اتمی برسند. از طرفی هم میگویند که اینها شدیداً در این مورد کار میکنند، سعی میکنند، حتی آماده هستند که بمب اتمی از یه جایی تهیه کنند بخرند و بگویند خودمون ساختیم. به هر صورت وضعیت بسیار بسیار بغرنجی برای خودشون درست کردن و برای ملت ایران، به ویژه ملت ایران. خب ببینید این وضعیت مملکت ماست، وضعیت در حقیقت ملت ماست که با گرفتاری اون عفونت ویروس کرونا، عدم وجود واکسن های مورد تأیید دنیا، اینها در حقیقت واکسن های چینی و واکسن های روسی رو به مردم عرضه می کنند که معلوم نیست که نتیجهش چه باشد، ولی برای خودشون واکسن های فایزر رو زدن، واکسن فایزر رو آوردن. اون روحانی دروغگو میگوید من واکسن نزدم، مردم میخندن به ریش او و به ریش بقیه که اینها از هر چیزی برای هر چیزی دروغ میگن و به هیچ عنوان هم سعی نمی کنند ذره‌ای درستی و راستی نشون بدن. خب از طرفی اونچه که به نام انتخابات رژیم تحت این حکومت، تحت این برنامه که رژیم ایجاد کرده انجام میشه، کوچکترین بستگی به حق رأی یا حق انتخاب آزاد افراد شایسته در کشور ما در ایران نداره. این مضحکه یا سیاه‌بازی در واقع انتخاباتی فقط برای فریب دادنه، برای اینکه مردم حضور قوی داشته باشن در کنار صندوق‌های رأی و اونها این رو یک بیعتگیری از مردم تلقی کنند و به دنیا هم این رو اعلام کنند. این نظام میخواد به تبهکاریاش ادامه بده با تایید مردم، یعنی به اینکه بگه بیایید کنار صندوق ها ما از شما فیلم بگیریم و به دنیا بگیم که شما با مایید، بنابراین هر چه ما میکنیم درست است، آنچه که ما میکنیم در واقع خواسته نماینده خداوند روی زمین است، نماینده خداوند. علی خامنه ای دوست خائن فاسد نماینده خداوند روی زمین است. البته مردم میگن ما چرا باید به قاتلان عزیزانمون بریم رأی بدیم؟ چند بار باید ما فریب بخوریم؟ چند بار باید ما رو به فریب بدن که باز هم بریم و به وعده های پوچ اونها رأی بدیم؟ نه، ما رأی نمیدیم. ایرانیان خواستار یه تغییرن، یک تغییر بنیادی که فساد و ساختارهای استبدادی این رژیم رو در واقع زیر و رو کنه. رژیم استبدادی دینی هم میدونه که عمرش به سر رسیده، دیگه باید کلاهشو برداره و بره بیکارش، ولی کن سعی میکنه که از این امکانی که الان هست حد اکثر استفاده رو بکنه، شاید بتونه مردم رو بیاره به کنار صندوقهای رأی و به این ترتیب از اونها بیعتگیری بکنه. خب ما الان میدونیم که در ایران نظرسنجی درستی انجام نمیشه،
ولی یک مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران ایسپا اسمشه، نظر سنجی کرده و با این در این نظر سنجی تونسته تشخیص بده که فقط 39% امکان داره از مردم ایران بیان و رأی بدن. خب بقیه چی میشه؟ 39% اکثریت نیست، حتی نزدیک به اکثریت هم نیست. این برای رژیم در صحنه سیاسی خارجی یک بنبست ایجاد خواهد کرد، یک بنبست ایجاد میکنه. یعنی دولت‌های غربی خواهند گفت ما چطور بریم با یک حکومتی که مشروعیت نداره، مردم از اون متنفرن، مردم از اون کنارگی کردن، گفتگو کنیم، با اونها قرارداد ببندیم. امیدوارم اینطور باشه، امیدوارم که سعی نکنن این رژیم رو بهش حمایت کنن، کمک کنن که بتونه باز رو پاش بیسته. البته اون چیزی که ما در امریکا میبینیم، یعنی آقای بایدن و دموکرات ها این گرایش رو دارند. حتی صحبت هایی هست که پنهانی پول هایی هم برای رژیم فرستادند که دست رژیم باز باشه، ولی من نمیدونم، اطلاعات به اون صورتی وجود نداره. شاید دوستان بیشتر در این مورد بدونم، از جناب دکتر کیانزاد خواهش میکنم ایشون میکروفون رو در اختیار بگیرند و صحبتاشون در این باره بفهمند. بله، با درود بر همرزمان و سروران گرامی در این نشست، همچنین درود بر همیانان عزیزمون در درون و برون از میان عزیزمون ایران زمین. خب واپسین، من با واپسین سخنان جناب دکتر آوار آغاز میکنم که این آمارگیری 37% بایستی گفته بشه که یک آمارگیری دقیق نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونهایی که جرأت داشتند و جرأت دارند، اینها خیلی رک میگن نه پای انتخابات نمیرویم. این مادران بگوییم که کسانی که در واقع سال 98 که ازش سخن به میان آورده شد، فرزندانشون و دلبندانشون رو از دست داده اند، خیلی رک، خیلی صریح و روشن میگویند نه خیر ما پای انتخابات نمیریم. و یکی از این بانوان هم میگه مرگ بر جمهوری اسلامی. او باید گفت بدیشه مردان ایرانیان، همه اونایی که احیانا جز این 37 نفرن، من فکر میکنم اینها اون کسانی هن بخششون که این رژیم که ما میدونیم شاید بیش از 10-15% طرفدار نداشته باشه، همون کسانی که کشور رو غارت کردن و غارت میکنن. بنابراین اینا اونایی هستن که میخوان وقتی ازشون پرسیده میشه بگن بله ما میریم رای میدیم، لابد یه حساب کتابایی دارن. اما خیلی ساده این مادران هم بیان داشتن، اونهایی که احساس مسئولیت در برابر ملت ایران میکنن، اونهایی که شرف دارند، خیلی ساده بایستی گفته بشه، اونهایی که شرف دارند، اونهایی که انسانهای به اصطلاح بویی از آزادگی بردند، خب باید بدونن به این رژیم جنایتکار و این حکومتگران مافیایی جنایتکار کارم نمیره رای بده. اینو باید رو گفت. این یه مسئله است دوستان گرامی. و این رژیم در درازای این ماهای گذشته از هر کنشی که در نشستهای پیشین ما ازش نام به میان آورده ایم، حتی میگه اونایی که بیان رای بدن بهشون واکسن کرونا رو هم میزنیم. فراموش نکنیم که اون کسی که در واقع مسئول این جریان هست در رابطه با واکسیناسیون، خودش گفته که آب مقطر رو میفروشن به نام واکسن، 5-6 میلیون پول از مردم میگه، میگه نرین دنبال بازار آزاد. بنابراین خیلی ساده مسئله روشنه که مردم پای صندوق های انتخابات نخواهند رفت، به هیچ کس نخواهند رفت. اونایی که شرف دارند، انسان هستند و بویی از آزادی بردن، نخواهند رفت. وظیفه ما برون برزیان اینه که در درازای این چند هفته ای که باقی مونده تلاش خودمون رو به هر صورتی که هست بایستی در این راستا
به جا بیاوریم که تبلیغ بکنیم در این راستا که این به سرمنزل مقصود برسه که خواهد رسید، که خواهد رسید. نباید این حکومتگران در این راستا برد داشته باشند. و این جهان، و این جهان هم احمق نیست، نادان نیست. این جهان هم اروپایی ها میدونن، هم آمریکا میدونن که این حکومتگران چه کسانی هستن، این آدم ها چه کسانی هستن. بنابراین مسائل به نظر من کاملا روشنه. بله، حرف و سخن بسیاره. این جریان حماس و این جریان آتش باری که انجام گرفت، و بله همین عرشبت که سرکرده حماس چند پیش رفته بود ایران و دوستان بیان داشتن، آقای خامنه‌ای گفته راکت هم که شما در اختیارتونه، پس کارتون رو انجام بدین. این هم کارشون رو انجام دادن. ولی این واپسی نخواهد بود، این ادامه خواهد داشت تا هنگامی که حکومتگران جمهوری اسلامی این رژیم مافیایی بر سر کار باشه تو خاورمیانه. باید نابودشون کرد، هیچ راه دیگری وجود نداره. این اون چیزیست که ملت ایران، مردم ایران، گروه ها و سازمان های سیاسی، و من در اینجا بیان میدارم و بیان هم داشتم، اون گروه و سازمان سیاسی و اون شخصیت هایی که خودشون رو در واقع سیاسی میدونند، اگر که به خاطر این که اختلاف با این دارند، با اون دارند، و در راستای نه به انتخابات، به این عرشبت خیمی شبازی انتخابات، اگر که همراه نشوند، خیلی ساده خائن، جز این نمیتونه باشه که همراه ملت ایران نشن. این 4-5 میلیونی که در آمریکا زندگی میکنه در رفاه به سر میبرند، یا در اروپا ایرانیانی که در رفاه به سر میبرند و حاضر نیستند بیاین دست توی جیباشون بکنند و بگویند کجا میتوانی ما در یک چنین وضعیتی که کشورمون، ملتمون در واقع در این وضعیت قرار گرفته. خیلی ساده، بیش از 40,000 نفر از جوانان و خانواده ها و زنان در یونان و عرشبت که ترکیه به سر میبرند، اینها نیاز دارند بهشون کمک بشه. آقای اردوغان عرشبت که بیمه‌های اجتماعیشون رو قطع کرده، خب هستن یه عده ایران پرست، ایران دوست، دارند کمک میکنن. کجا هستند همه این کسانی که میلیون‌ها در برون مرز هستند، مثل این که وطنشون و میهنشون رو از یاد بردند؟ ما نمیگذاریم که اینها در واقع با فکر خودشون وجدان بگن وجدانم آرامه، ما زندگی خودمون داریم، کاری به این نداریم که ایران چه میگذاره. نه خیر، خائنین هستند، در اون کشور به دنیا آمدند، موطنشونه، زادگاهشونه، باید کمک بکنند. ما همش انتظار از بیگانگان داریم. و در اینجاست که باز هم این مسئله مطرح میشه در رابطه، و ما امروز در عرض شبه که نشستی که ساعت 19 داریم، و من امیدوارم که جناب جاوید هم فرصت بکنن تشریف بیارن ساعت 19 به اروپای مرکزی. یکی از مسائل هم همینه دوستان گرامی، که ما بگوییم که ملت ایران آیا باید باز هم همچنان در تحریم به سر ببره. این تحریم خیلی ساده حکومتگران رو ضعیفشون نکرده، این تحریم پدر مردم رو در واقع در آورده. اونها که خودشون زندگی های باشکوهشون رو در واقع دارن، دارن زندگی میکنن. اون تحریم اگر میخواست پیروز بشه میبایست همراه با این باشه که خیلی ساده سپرده های ملت ایران رو در اختیار ملت ایران، صاحبان اصلیشون در واقع بگذارن، که این کار رو نکردند. بنابراین شکی درش نیست. آنچه که امروز اولویت داره مسئله تبلیغ در راستای نه به انتخابات، نه به جمهوری اسلامی است که 40 سال این ملت در واقع گفته و همواره میگوید باید بروند این جنایتکاران. هیچ چاره دیگه وجود نداره. و ما تا زنده ایم در این راستا کوشش خواهیم داشت و سخن خواهیم گفت.
بنابراین بله من صحبت های دیگه هم هست که برای اینکه دوستان دیگه هم زمان داشته باشن به سخنانم پایان میدم. سپاسگزارم از شما جناب دکتر کیانزاد، کاملا صحیح میفرمایید. ما الان در واقع امیدمون به کسانی است که حقیقتا برای ایران در حال مبارزه هستند و از خود گذشتگی میکنن، فداکاری میکنن، به ویژه در برونمرز. ما پشتیبان برونمرزیان هستیم، باید بیش از این کنار هم باشیم، باید بیش از این همت بکنیم، ولی خب ما میبینیم که تعداد بسیار کمی هستند که این ترتیب سعی میکنن پشتیبانی کنن از ملت ایران. اکثریت خاموشند یا اینکه حتی طرفداری میکنن از جمهوری اسلامی. چرا؟ چون جیرخوار اونها هستن. به هر صورت من از جناب دکتر جاوید جوان خواهش میکنم که امروز برای اولین بار در کنار ما هستن و افتخار همنشینی با ایشون رو داریم. خواهش میکنم ایشون میکروفون رو در اختیار بگیرن و سخنانشون رو ایراد کنن. بفرمایید جناب دکتر جاوید جوان. با درود به تمام مبارزان ایران که یا به وسیله این رژیم از بین رفتن یا هنوز مبارزه رو ادامه میدن، من میخوام یه سر به صورت خلاصه مسائل بگم. ما باید از لحاظ روحی روانی از این رژیم فاصله بگیریم و من مطمئن و متاسفانه من چون این تو این فضای مجازی هستم میبینم که همه هنوز دارن از این رژیم میگن که این اونجا رفت، این پولشو اینجا خرج کرد و به این وضعیت این مسائل از ما گذشته. 42 سال ما یا تبعید شدیم یا در زندان داخل هستیم. اینو اگر متوجه نشیم ما یه مقدار مشکل داریم. ما باید سیستم فکری روحی عوض بشه و بدونیم که اینا اصلا آن ایرانی هستن و تنها راهی که میشه باشون کار کرد اینه که مبارزه کرد، نه اینکه اینا رو تقدیر بکنیم یا اینکه بگیم که بله اینجا رو خوب صحبت کردن، اونجا رو بد صحبت کردن، آب نیست، برق هست، نه نه این حرفا. مسئله ما، مسئله زندگی ایرانی ها از این مسائل چه در داخل چه در خارج که در ترکیه و نمیدونم یونان و این حرفا هستش، از این مسئله گذشته و جوانان ما دارن از بین میرن. این اصل مسئله است. یه ربط در اگر ربطش بدیم به مسئله نه به جمهوری اسلامی، خب این خیلی خوبه که نه رای ندن و از اول هم باید رای نمیدادیم و مردم حالا گول خوردن یا هر چیزی، به این وضعیت هستش که این خودش دو تا عواقبی داره که باید در نظر گرفت. اگر این رأی ندن، اولا من فکر میکنم که با نظرگیری که خود یکی دو تا از این تلویزیون ها گفتن 25% از کسایی که حق رأی دارن 20-25% بیشتر رأی نمیدن. حالا اگر مسئله 39% و این حرف ها هستش یا جمع کل افراد ایران در نظر گرفتن یا اینکه اطلاعات دیگه‌ای دارن که من نمی‌دونم، این چیزیه که وجود داره. ولی حالا اومدیم بگیم که اصلا رأی ندادن، خب این تنها یه دونه رابطه روحی داره با مردم ایران که تونستن هماهنگ باشن و اگرم حتی 30% 35% رأی بدن بازم به عقیده من یه باید اینو تبلور داد در داخل ایران که ما برنده شدیم، نه اینکه مثلا حالا بازم اینا سر کار رفتم. سر کار بودنشون خواهد موند. یعنی الان من میبینم توی این فضای مجازی مردم به قدری به شدت در مورد این که این رأی ندن و فکر میکنن که با این رأی ندادن مسئله حل میشه، اینو باید براشون یه ذره روشن کرد که این رأی ندادن فقط یکی از دستورالعملهایی هستش که به این سر این رژیم بزنیم. یعنی فردا نیان بگن که ببینیم ما اومدیم رأی هم ندادیم بعد همین آش و همین کاسه است.
و این از لحاظ روحی ممکنه ضربه بزنه. از الان افرادی مثل دوستانی که اینجا هستن و دوستای دیگه باید از الان خودشون رو آماده بکنن که اگر رای داده شد، حتی 40% مردم رفتن رای دادن، این حرفا این یه پیروزیه نه یه شکسته، یعنی اینجوری حساب نکنن. این یه قسمت مسئله بود که فکر بکنم که خوب بود که صحبت کنیم، چون آقای دکتر آوار در موردش صحبت کردن. قسمت دوم این هستش که میدونیم ما هیچ کس تو دنیا نداریم که با ما همکاری بکنه، از امریکاش گرفته، چین گرفته، روسیه گرفته، هندوستان گرفته، تمام اینا برای منافع خودشون هستن. سازمان ملل اصلا فقط سازمان ملل نیست. ما تنها نیرویی که داریم نیروی انسانی هستش که در خارج و در داخل هستن، که متاسفانه همونجوری که آقای دکتر کیانزاد گفتن در خارج ما بسیار بسیار ضعیف عمل میکنیم، و من خوشحال هستم که الان در داخل بسیار بسیار حرکت‌های شده تو اون جو بد، و بعد بعدش یه کارهایی دارن میکنن که از ما جلوترن، ولی که باید از این امکانات ما استفاده بکنیم. ولی در مورد کشورهای خارج به خصوص مسئله اسرائیل، من حتی متوجه شدم که یه عده‌ای میگن که یعنی از لحاظ روحی انقدر ضعیف شدیم که میگن انشالله اسرائیل برنده بشه تا بیاد ایران آزاد بکنه. من دارم میگم ما 42 سال صحبت کردیم، صحبت‌های خوب کردیم و بعد اطلاعات خوب دادیم، روشنگری کردیم، دیگه بیشتر از این روشنگری نمیشه و ما باید تقریبا الان دندمون رو عوض کنیم. یه دنده دیگه به این صورت هستش که تنها راه این هستش که به هر شرطی به هر وضعی هستش این رژیم باید بره، یعنی اصلا هیچ نوع چونه چرایی نداره و نه باید سر میز با اینا نشست، نه با غیر مستقیم نشست، نه مستقیم نشست. این گروه هایی که به وجود اومدن از اول به اون صورتی که ما فکر میکردیم که بشه با این رژیم کار کرد، همه با همدیگه قاطی بودن، یعنی مثل کلاس شاگرد اولی، کلاس اولیا بوده، کلاس ششمیا بوده، نهمیا بوده، این حرفا همه جور نشستن گفتن که ما این مسئله رو باید بیایم حلش کنیم. حالا ما به جای رسیدیم که میبینیم که تو این جلساتی که گذاشته شده یا سازمانهایی که گذاشته شده و گذاشته میشه، بازم همین برنامه هستش و همین به این صورت انجام میشه. بعد بعدش حالا و تا موقعی که بخوایم این وضعیت رو ادامه بدیم که همه با هم باشیم و ما سازماندهی نکنیم که قدرت ها معلوم بشه و نشون داده بشه که کی چی کار است، چی کار باید بکنه تو محدوده خودش، ما به طور کلی کارآرایی و عملگرایی به وجود برامون نخواهد اومد. راه حل اصلی مسئله ما این هستش که اگر ما میخوایم در داخل ایران بعداً دموکراسی به وجود بیاریم، باید بدونیم 100% هم میدونیم که فقط و فقط به وسیله احزاب انجام میشه و بس. اصلا این مسائلی که الان من فرض کنیم توی حزب نیستم و دارم بزرگترین کارها رو میکنیم یا کوچکترین کارها رو میکنم، بعد بعدش در ذهن باشون جنگ میکنیم یا صحبت میکنیم این حرفا، پس فردا که ایران آزاد بشه من بخوام یه کاری بشم، اصلا غلطه. چرا؟ به خاطر اینکه نه خط مشی دارم، نه برنامه‌ای دارم، نه دموکراسی رو میدونم. همین الان من دارم میگم من میخوام مبارزه بکنم،
من به عنوان یه شهروند میخوام مبارزه بکنم، من به عنوان یه دونه حزب مبارزه نمی کنم. احزابی به وجود بیارن که سیاسیه و تمام اون اساسنامه اینا همش معلوم هستش و بعد اینو همین در خارج پروموت بکنن، بزرگش بکنن، همین به ایرانیا و داخل ایران نشون بدن، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، که آقا من این حزب پانیرانیست هستم، این برنامه ها رو دارم. یادتون باشه اگر ما اومدیم ایران یا تو ایران که هستیم فرق نمی کنه، ممکنه هم این حزب تازه بیرون درست شده باشه، چون الان بعضی ها میگن مثلا حزب بیرون درست نشه، نه همچین چیزی نیست، این قانونیه که برای بشریت کشورهای معمولی گذاشته، نه برای کشوری که ما رو از مملکت بیرون کردن. اصلا ما تو سیستم قانونی بین المللی نیستیم، اگر تو سیستم قانونی بین المللی میخواستن انجام بدن تا بال این رژیم رفته بود، پس چون نرفته ما باید آداب باکس فکر کنیم، بیرون مسئله رو فکر کنیم و کارهایی بکنیم که مورد قبوله. چرا باید حزب به وجود بیاد؟ برای اینکه حزب بعد از، حالا من واردش نمیشم، بعد از قانون اساسی و این حرفا و بعد از اینکه انتخابات میشه، احزاب هستن که باید رأی بدن بعد وقت دولت تشکیل بشه. من نمیتونم اونجا مثل این معذرت میخوام گوساله‌هایی که الان 400 نفر رفتن میگم من پرزیدنت بشم، آخه تو از کجا اومدی که میخوای پرزیدنت بشی مملکت و این حرفا؟ یه دفعه آخرین شب یه دفعه خواب نما شدن که برن پرزیدنت بشن، نه اصولش دارن، نه برنامهش دارن، نه تاکتیکش دارن، نه حزبش دارن این حرفا. ما نباید این کارو بکنیم، ما از الان، و اگر احزاب درست بشن ما بعد بعدش اون برنامه های دیگه ای که مبارزات هستش که دست ماست، یعنی ما باید انجام بدیم، مخصوصا که میگم دست ماست یعنی شهروندان، شهروندان باید این مبارزه رو ادامه بدن که این رژیم از بین بره و بعد اون وقتش توی محیط کامل آزادی انتخابات انجام بشه که احزاب دستشون به خون و قتل و این حرفا نباشه. وگرنه اگر بیان اینایی که توی مسائل سیاسی هستن از الان بگن بزنین بکشین، نخریم بخریم این حرفا، و بعد برن اونجا صحبت کنن، سوال من این خواهد بود، افرادی مثل من میگن آقا تو خودت کلی کار کردی، کشتی و این ور اون ور اومدی اینجا، حالا داری میخوای دموکراسی بگی چجوریه؟ اون ور دم خروس قبول کنیم یا قسم تو؟ و هر حال این مسئله اونجا به وجود میاد. و به اضافه این که مسئله حالا جمهوری پادشاهی که بقید من اصلا مهم نیست، ولی من همین به این مسئله پسنده میکنم و زیادم صحبت کردم و زیادم صحبتام کوتاه بود و ممکنم یه مقداری برداشت درست نباشه، ولی اصل مسائل به این صورت هستش که ما باید خودمون برگردیم و خودمون باشیم و تنها خودمون باید این کار را بکنیم. و در مورد صحبتی هم که آقای دکتر کیانزاد کردن که ما پول نمیدیم این حرفا، کاملا درست، خجالت آور، کاملا درست نیست، خجالت آوره. من در خدمت هستم. سپاس از شما جناب دکتر جوان. جناب ارجمند بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. بله سپاسگزارم. من هم به نوبه خودم، خب حرفایی رو که دارم در ارتباط، من فکر میکنم اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم در حال حاضر بزرگترین فوکوس ما بایستی روی این باشه که ما مردم ایران رو تشویق بکنیم، اگرته فرمودن ما باید مردم ایران رو تشویق بکنیم واقعا نه به جمهوری اسلامی رو خیلی خیلی قوی برگزار کنن تو همین انتخابات. من دیروز یا پریروز شاهد این بودم که از طریق فضای مجازی که در پارک لاله تهران آقای تبرزدی در زادروز مصدق یک گروهی اندکی هم بودن، ولی این جرأت رو کرده بودن که در پارک ملت بایستن و مخالفت کامل با حکومت اسلامی بکنن و این شعار نه به جمهوری اسلامی ایران رو در سینه هاشون نگه داشته بودن و گذاشته بودن. یعنی بابات این شعار نه به جمهوری اسلامی ایران رو در تمام نقاط ایران بایستی سراسری کنیم و این یک حرکت بزرگی است، به ویژه در شرایطی که الان مردم رو دارن به شکل‌های گوناگونی دارن تشویق میکنن یا
فریب میدن مثل همیشه، و عوامل اینا هم در خارج کشور بیکار نیستن. فرخ نگهدار 5 ماه پیش اعلام کرد که ما نباید بگذاریم که این انتخابات خیلی سرسری برگزار بشه و نمیدونم بدون جمعیت برگزار بشه، یعنی تشویق میکرد که برن و رأی بدن. یعنی عوامل سرسپرده اینا در خارج کشور بیکار نیستن، اما باید اینها رو مرتب افشا کنیم. من در فیسبوک خودم دست از سر اینا بر نمیدارم، مثل آدم های مثل فرخ نگهدار و بهنود و غیر و دیگر. به هر شکل ما الان بایستی فوکوس خودمون رو بذاریم تو این مرحله اول مبارزه، این است که اینا میخوان و در میارن. شخصی نیست که رئیسی رو در میارن. دیروز زیبا کلام گفت در هر صورت رئیسی از این صندوق خواهد بیرون خواهد آمد. اینا تبهیداتش که اینا چیدن و گذاشتن. کت خدایی هم گفتش که مهم نیست که چند درصد مردم شرکت کنن، بلکه مردم مشروعیت نظام رو نمیتونن زیر سوال ببرن. یعنی چی؟ یعنی ولایت فقیه هستش که تصمیم گیرنده است، رأی مردم تصمیم گیرنده نیست. درنچه ولی ما بایستی کار خودمون رو انجام بدیم. ما بایستی با تمام قوا در این لحظه شرایطی که بسیار کم مونده به انتخابات، این شعار نه به انتخابات رو همون گونه که مادر یک شهید دیروز اعلام کرد، بسیار زیبا اعلام کرد به جهانیان، به 4.5 میلیون ایرانی خارج کشور گفت شما خجالت بکشید، شما چگونه میخواهید ما رو تشویق کنید که تشویق کنید که بخوایم بریم به انتخابات، و شما چه حقی دارید به جای ما رأی بدید در خارج کشور؟ اگر راست میگید میخواهید به حکومت رأی بدین، بیاین در داخل ایران زندگی کنید، به حکومت رأی بدین، نه اینکه در خارج کشور بنشینید و بر زخم ما آتش و خاک بپاشید و مثلا ما رو واقعا آزرده بکنید که آقا نه، مردم بایستی برای بین بد و بدتر برن و رأی بدن. در نتیجه من بر این باور هستم که من صحبتامو کوتاه میکنم برای که صحبت وقت نیست، همینقدر میگم که در شرایط کنونی ما بزرگترین کارمون این هستش که این انتخابات رو فلج کنیم تا حدی که میتوانیم، ولی از صندوق کسی بیرون خواهد من شکی درش نیست. و پریروز رو یعنی روز پنجشنبه احمدی نژاد آمد در گیلان اعلام کردش که اینها تمهیداتی رو دارن که بخواهن یک سپاهی رو به یک به اصطلاح تمام ایدئولوژی سپاه رو از صندوق بیارن بیرون، یعنی حاکمیت مطلق بر سراسر کشور زیر نظر ولایت فقیه. در هر صورت اینو احمدی نژاد میگه و میگه که من در برابر این قضیه نمیستم و اگر من تایید نشم من در انتخابات شرکت نخواهم کرد، و این مسائل رو ما بایستی ازش استفاده بکنیم و پخش بکنیم که این حاکمیت درون شقه‌های گوناگونی هستش و خودشون به جان هم افتادن، و بایستی از این فرصت استفاده کنیم، همون کاری که در مشروطه انجام شد انجام بدیم. سپاسگزارم. درود میگم به شما و به همه بینندگان گرامی این برنامه. 2 نکته کوتاه هستش که من لازم میدونم که از طریق این تریبون بیان بکنم، به خاطر اینکه نسل جوانتر و یا نسل همسن و سال من شاید این موضوع رو فراموش کرده باشم. مطلبی که الان در ایران ترند هست و داغ هستش در مورد قتل یک کارگردان به نسبت شناخته شده درون ایران به نام بابک خرمدین به دست پدر و مادرش هست، و تبلیغاتی که جمهوری اسلامی داره در مورد این موضوع میکنه، به ویژه تصاویری که از پدر ایشون با کراوات نشون میده، یا اینکه خیلی داره فشار میاره بگه که اینان انسان‌های ناسیونالیست و در واقع ملی هستن، مذهبی نیستن. نکته‌ای که باید دوستان ما، بینندگان و شنوندگان ما به اون توجه داشته باشن اینه که قبل از قتل خرمدین به دست پدر و مادرش، جنتی، محمد گیلانی، حسنی، امام جمعه، قاتل و وحشی رضاییه که معروف هستش به ارومیه، طالقانی، محسن رضایی و همین روحانی، حسن روحانی که به مسند قدرت هستند، اینها هم فرزندان خودشون رو به قتل رسوندن. و فرزند کشی شیوه‌ای که از فاجعه از انقلاب فاجعه بار 57 در ایران وجود داشته و کماکان داره ادامه میده. و اگر که این آقای خرمدین عقاید ملی داره، پس آیت الله محمد گیلانی یا آیت الله حسنی که در قتل عام کردها هم در غرب ایران دست داشته، اینها چه؟ اینها هم ناسیونالیست بودن به قول جمهوری اسلامی. و نکته دیگه که هستش در مورد موشک پرانی هایی که شما در ابتدای برنامه بهش اشاره کردید جناب دکتر آبا، این تعداد موشک هایی که شلیک شده حدود 4000 عدد رو اگر ما میانگین هر کدام رو
10,000 یورو قیمت براشون در نظر بگیریم که قطعا قیمت ها بالاتر هستش، 40 میلیون یورو حماس پول مردم ایران رو به سوی مردم اسرائیل شلیک کرد و با این پول حداقل 2,667,000 دوز واکسن فایزر رو میشد برای مردم ایران خریداری کرد و این پول مردم هستش، پولی هستش که بعد برای امنیت سلامتی مردم خرج بشه، ولی ما میبینیم که به دست طالبان یا به دست حماس یا به دست حزب الله و غیره صرف امور تروریستی میشه. سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار من قرار گذاشتید و ممنونم. منم از شما سپاسگزارم و از دوستان سپاسگزارم و بدرود میگم تا هفته آینده. کجای این خط کشی روشن ایستاده اید؟ طرف تاریکی، تباهی، فساد و سرخوردگی یا طرف نور، زندگی، امید، رفاه و آبادانی؟ کدام طرف ایستاده اید؟ طرف جمهوری اسلامی یا طرف ایران؟